درود به یکایک شما دوستان خوب و گل عزیزم در سر تا سر کره آبی و خاکی زیبای زمین. خدمتگزار شما مهرزاد هستم. دوستان عزیزم، دوستان مهربونم، با یک کار دیگه و یه اثر دیگه از مجموعه فرازمینی ها دقیقی در خدمتون هستم. اگه موافق باشید با هم دیگه بپردازیم به موضوع بسیار جذاب و قطعا عجیب امروز. پیش از هر چیز دوستان عزیز و نازنینم، باید خدمتتون نمیدونم عذرخواهی بکنم یا نکنم، چون من گناهی ندارم، اما خب قاعدتا چون مسئول ویدیو من هستم باید از حضور شما دوستان عزیزم عذرخواهی کنم. چرا؟ واقعا نمیدونم چرا این شرکت محترم یوتیوب یا به قول بعضی ها یوتیوب با این سری ویدیوی من انقدر مشکل داره. کدوم ویدیو؟ بازخوانی 3000 پرونده سازمان CIA. نمیدونم شما متوجه شدید یا نه، از قسمت سوم این مجموعه هر چند وقت یک بار این سری از ویدیوهای منو به یه بهانه واهی حذف میکنه یا بعضی موقع ها از دسترس خارج میکنه و بعد من مجبور میشم دوباره آپلود کنم. خب قاعدتاً بعضی از دوستان ندیدن و بعضی از دوستان که دیدن شاکی میشن که چرا تکراری میذاری اینقدر. قسمت سوم این اتفاق پیش اومد، قسمت چهارم دوبار این مشکل پیش اومد و الانم که قسمت پنجم این اتفاق افتاده و این ویدیو بعد از 1000 بازدید که در کمتر از 1.5 ساعت انجام شد از دسترس خارج شد. درست 90 دقیقه گذشته بود و 1200-300 بازدید گرفته بود که دیدم ویدیو از دسترس خارج شد. با خود شرکت یوتیوب یا یوتیوب آخرشم نمیدونیم کدومشو بگیم مکاتبه کردم. اونجا یک مشکل فنیه، در حالی که من اینجور فکر نمی کنم دوستان، چون برای بقیه ویدیوهای من این اتفاق نمی افته، فقط تو این سری مجموعه این اتفاق می افته، در حالی که من تا اونجایی که می دونم و همه قوانینشونم رعایت می کنم. حتی کلمه بمبو من زیاد به کار نمی برم چون حساس هستم، نشون دادن آتش اینا حساس هستن، نمیدونم یه قانونای عجیب غریبی دارن که حساس هستن، من استفاده نمی کنم. موزیک کپی رایت دار استفاده نمی کنم. تصاویری که انیمیشنه بالاش یا به زبون اسپانیولی یا به زبون فارسی یا به زبون انگلیسی توضیح میدم که این تصاویر واقعی نیست. معمولا تامنیلی که استفاده میکنم مربوط به خود همون اثره. تامنیل همون عکس کوچیکه کنار ویدیو رو میگن، همون عکسی که شما وقتی میخواین رو ویدیو کلیک کنید میبینید. همه این قوانینشون رو رعایت میکنم، بازم با این حال همچین مشکلی پیش میاد. الان هم برای قسمت پنجمی مشکل پیش اومده، لذا به همین خاطر من یک بار دیگه هم از شما بابت این مشکلی که هر بار فقط برای این مجموعه پیش میاد عذرخواهی میکنم و باور کنید خودم دلیلشو نمیدونم، اما چون مسئول ویدیو هستم عذرخواهی از ته دل میکنم و امیدوارم شما دوستان عزیزم هم این عذرخواهی منو بپذیرید. اما بپردازیم به ماجرای امروز. حقیقتا من قصد نداشتم این ماجرا رو به این زودی برملا کنم. چرا؟ چون خودم هنوز تو اوایل تحقیق این موضوع هستم، ولی خب یه سری از دوستان نمیدونم از کجا متوجه شدم، انگار گویا در فیسبوک کسی راجع به این تحقیق من و این پدیده جدیدی که من کشف کردم صحبت کرده و به همین دلیل دوستانی هم که خب خیلی علاقه مند هستن و مدام منو شرمنده محبت‌های خودشون میکنن، اصرار پشت اصرار که تو رو خدا بگو این چیه و ما میخواییم توی این قضیه بهت کمک کنیم، مثل سابق که از مردم کمک میگرفتی.
با اینکه نمیخواستم الان بگم ولی خب مجبورم دیگه بگم. ماجرا چیه؟ دوستان، من یکی از دوستان بسیار عزیزم که قد جونم برام عزیزه، متاسفانه مدتی گمش کردم. قضیه مال کیه؟ مال همین ماه مارس، یعنی همین فروردین، روز تقریبا میشه گفتش هشتم نهم همین ماه فروردین که همون اواخر مارس میشه، ایشونو من گم کردم. و خب تو شهری که ما هستیم خیلی پت پهنه، به خاطر همین مجبور شدم با وسیله نقلی دنبالش تو مراکز قانونی، تو مراکز بهداشتی و حتی تو جاهایی که انسانهای درگذشته رو نگهداری میکنن بگردم. تو یکی از این شبها که من وسیله خواهرامو گرفته بودم، بعد از اینکه مدتی گشتم و این دوستمو نتونستم پیدا کنم، گوشه خب پارک کرده بودم. ماشین این خواهر من دوربین داره برای عقبش و دوربینش هم از جنس اینفرارده. یعنی چی؟ یعنی بگید دوربین مادون قرمز. خب حالا چرا اینو دارم میگم؟ عرضم به حضورت، هنگامی که من پارک کرده بودم و خب دوربین عقب روشن بود که من بتونم پشت ماشین رو ببینم، به ناگهان چیزی رو دیدم که اصلا برق از همه جان پرید. اول که دارم خواب دارم میبینم یا خیال دارم میکنم یا عبسکی که تو این چند وقت دنبال این دوستم گشتم توهم اومده سراغم. خب خیلی هم ناراحت دوستم بودم، به همین دلیل خب شاید جدی نگرفتم، گذاشتم. وقتی که شب ماشین رو خواستم تحویل خواهرم بدم، این دوربین ماشین ایشون تصاویر رو تو حافظه خودش نگهداری میکنه. زد به سرم، گفتم که یه بار دیگه من ببینم چی بود اون چیزی که من دیدم، واقعا توهم بود یا نه واقعی بود. خانوم و آقای گلی که شما باشی، برگشتم تو اون صحنه. یه چند بار جلو عقب کردم که ساعت دقیقش رو نمیدونستم، هی رد میشد، هی نمیفهمیدم. گفتم پس بابا خواب و خیال بوده. اما ناگهان تو اون دقایق آخر که داشتم ناامید میشدم، همون که پیدا کردن دوستم ناامید شده بودم، یهو دستم رو پاز بدون که خودم بخوام خورد و تصویر فریز شد. دوباره دیدمش. نمیدونید چیه این؟ شاید شما قبلا دربارش نشنیده باشید، چون این پدیده گویا این که من تحقیق کردم از سال 2010 رویت شده. البته خیلی هم میگن از قدیم بوده، ولی چون دوربین اینفرارد نبوده به خاطر همین شاید کسی ندیده. این پدیده که خدمتتون میخوام صحبت کنم دربارش، بویهای نورانی درخشان هستن. تعداد 6، بعضی وقتا 7، به ندرت به 8 میرسن، ولی معمولا 6 تا که در دو سری ستایی تشکیل یک خط رو میدن. خب دقیقا مثل یک خط کش. اما نکته جالب و عجیبش اینه که شما نمیتونید با چش خودتون این پدیده رو ببینید. ممکنه همین الان کنارتون باشه ولی اصلا نمیتونید ببینیدش، فقط به وسیله دوربین اینفراره قابل دیدن هستن. نگاه کنید، منظورم اینه. این پدیده گویای درخشان واقعا نمیدونم بگم فرازمینیه یا زمینی. راستشو بخواید دست و دلم نمیره که بگم فرازمینیه، چون مشخصه که یه حالت زمینی داره. من باهاش حرف نزدم، ازشم نپرسیدم، اما چیزی که دلم بهم میگه، میگه این یک پدیده زمینیه. اینها یه سری موجود هستن مثل اورب‌ها. نمیدونم اورب رو میدونید چیه یا نه. اگر نمیدونید اورب چیه، من یه ویدیو در رابطه با اورب ها هم ساختم. دقیقا اینا مثل اورب ها میمونن، ولی با این تفاوت که اورب ها تکی دیده میشن، اما اینها به صورت ششتایی. اورب ها معمولا نامنظم حرکت میکنن، ولی اینا یه جور کاتره شده، یه جور ارتشیوار توی خط مستقیم و خشک حرکت میکنن. کسی به درستی نمیدونه این گویهای درخشان که به صورتهای ششتایی و هشتایی هر شب در همه مناطق کره زمین میچرخند، اینها چه چیز هستند و از کجا اومدند
و همونطور که خدمتون گفتم به نظر نمیاد که اینها فرازمینی باشن. گویا اینها پدیده زمینی هستند که تا امروز برای ما انسانها ناشناخته باقی مونده. در تاریخ 22 مارس سال 2021 در هاوایی در ایالات متحده آمریکا یک دوربین امنیتی تصاویری را ثبت و ضبط کرد که در نوع خودش بسیار عجیبه و همچنین همین عجیب بودنش باعث شده که بسیار معروف بشه. حالا این تصویر چه چیزیه؟ دوربین امنیتی که در نزدیکی این منزل نصب شده از نوع دوربین هاییه که مادون قرمز یا اینفرارده، اما با یک تفاوت، این دوربین بی خود و بی جهت روشن نمیمونه حافظه اشغال کنه. این دوربین به حرکت حساسیت داره. به محض اینکه حرکتی در نزدیکی دوربین انجام بشه بلافاصله دوربین اون تصویر رو ضبط میکنه. پس این پدیده‌ای که در این تصویر میبینید این پدیده بوده که باعث روشن شدن این دوربین بوده، چرا که همینجور که دارید میبینید در تصویر هیچ موجودی حرکت نمیکنه و ساعت، چیزی که من به روی تایمر این دستگاه میتونم بخونم، ساعت 21:55 دقیقه و 46 ثانیه به وقت هاوایی در ایالات متحده آمریکاست. بله، ساعت 10 شبه. همه جا در خاموشی و تاریکی فرو رفته که به ناگهان دوربین حرکتی رو تشخیص میده و بعد دستگاه تصویر عجیبی رو ثبت و ضبط میکنه. این موجودات کروی درخشان سال هاست که به روی زمین گویا حضور دارند. کمی که زوم بکنیم کاملا مشخصه که از بین شاخه های درخت عبور میکنند. این حضور مرموزشون در کنار منازل و باغات و خیابونهای ما در شبها کسی به درستی نمیتونه نظری دربارش بده، اما فقط یک چیز رو میشه به قاطعیت گفت و اون هم اینکه اینها وجود دارند و این تصاویر تصاویر کاملا حقیقی و واقعیه. شاید فقط باید بگیم که موجوداتی در کنار ما زندگی میکنند که در دید ما کاملا مخفی هستند، ولی واقعا نمیدونیم که آیا ما هم در دید اونها مخفی هستیم یا خیر. در سحرگاه 18 مارس سال 2021 در شهر میناس گرایسیس، سخت اسمش، میناس جرایس در کشور برزیل، این پدیده گویهای درخشان بار دیگه ثبت و ضبط شدن. در این تصویر ما به وضوح میتونیم نحوه ورود اونها رو ببینیم. در این مورد خاص گویا این بار این تعداد اونها 4 تاست نه 6 تا. و نکته بسیار عجیب و مرموز این گویای درخشان اینه که همینطور که میبینید به شکل کاملا حساب شده‌ای با یک احتیاط خاصی وارد تصویر میشن، مدتی توی اون باغ میچرخن و بعد از تصویر خارج میشن. این نشون دهنده اینه که این موجود کاملا هوشمنده. به همین دلیل نمیتونیم ورود این موجود به زاویه دید دوربین رو گردن باد اندازیم و بگیم این شاید یک جسمیه که باد تو آسمون معلقش کرده، چون کاملا مشخصه این موجود هوشمنده و با تفکر داره اعمال خودشو انجام میده. در اواسط شب 5 ژانویه سال 2021 در جنوب شیلی آقای به نام ریکاردو پی تصاویر این موجودات رو به وسیله 2 دوربین امنیتی خودش این بار ثبت و ضبط کرد. این بار این تصاویر خیلی مهمتر از موردهای پیشه. چرا؟ چون بعضی از دوستان یا شاید برخی از کسایی که باور به این پدیده ها ندارند میتونن ورود این اجسام به زاویه دید دوربین رو تقصیر خطای لنز و یا مشکلی در دوربین بندازن.
همینطور که بخش دیگه هم تقصیر باد میندازن، یعنی اینا رو بادها میارن. اما از اونجایی که دو دوربین این بار تصاویر این موجود رو ثبت و ضبط کرده، دیگه ما نمیتونیم شکی به این قضیه داشته باشیم که این موجود وجود داره. Muy parecido al rod en dimensiones, en tamaño, pero que se mueve más lento. خدا آقای ریکاردو پ میگه من وقتی که این تصویر رو در دوربین نخست دیدم فکر کردم شاید گرد و غباری چیزی روی لنز من نشسته، اما هنگامی که با دوربین دوم هم این موجود رو تعقیب کردم باورم شد که واقعا چیزی در درون حیات ما وجود داره. بلافاصله به بیرون دویدم تا بلکه بتونم خودم با چشمای خودم ببینمش، اما متاسفانه چیزی رو نتونستم ببینم. در شب ششم مارس سال 2021 در شهرستان هاپکینز که در تگزاس ایالات متحده آمریکا واقع شده، دوربین‌های امنیتی در ساعت 3 بامداد تصاویر مرموزی از حضور موجودی متعلق به جهانی پنهان رو ثبت و ضبط کردند. در اولین برداشت از محوطه حیات خونه ما میتونیم ببینیم که در زاویه میانی دوربین این موجود در حال حرکته. یا اندازه بسیار کوچیکی در حد 10 سانتی متر، شاید 15 سانتی متر داشته باشه. اینجور که مشخصه این موجود داره کاملا هوشمند محیط اطراف خودش رو شناسایی میکنه و یک جورایی کنجکاو به هر گوشه سرک میکشه. نگاه کنید. و گویا خدا ما محققین رو خیلی دوست داره. چرا؟ چون در این ویدیو تصاویر عجیب دیگه هم ثبت و ضبط میشه. اون دوستانی که ورود این اجسام رو تقصیر باد یا خطای لنز و یا گرد و خاک نشسته به روی دوربین میدونند دقت کنن. در لحظه این موجود به موجودی که از جنس خودشه گویا داره تعامل برقرار میکنه و با اون مشغول گفتگو کردن میشه. این دو موجود کاملا همدیگر رو میبینن، همدیگر رو میشناسن و همچنین نسبت به همدیگه دارن واکنش نشون میدند. واقعا عجیبه، نه؟ تا به امروز به لطف این دوربین های امنیتی ما تونستیم دو دسته موجود رو شناسایی کنیم، اورب ها و همچنین همین گویهای درخشان. واقعا دوستان چه میزان، چه تعداد از این موجودات در روی این کره زمین در کنار ما داره زندگی میکنه که ما هر از گاهی تنها یک مورد اونو شناسایی و کشف میکنیم. این کره زمین ما به چند دسته و چند میلیارد گونه موجود داره حیات میده که ما هنوز بیشتر اونها رو شاید نمیشناسیم و شاید اگر دوربین‌های امنیتی اختراع نمی‌شدند، ما انسان‌ها هم تا به امروز هنوز که هنوز از وجود این موجودات بی‌خبر بودیم. در تاریخ 29 ژانویه سال 2021، کاربر اینترنتی به نام مارکا آسمه تصاویر این موجود رو اما این بار در اتاق خودش ثبت و ضبط می‌کنه. نکته عجیب این ویدیو اینه که همینطور که مشاهده می‌کنید، در ثانیه‌هایی از ویدیو این موجود به روی مانیتور خاموش آقای مارکا رفله خودش رو نشون میده. پس متوجه میشیم که این موجود واقعا وجود داره و نمیتونه خاکی به روی لنز و یا اینکه خطای دوربین باشه، بلکه ما به وضوح رفله این گویهای کروی درخشان رو به روی مانیتور هم مشاهده میکنیم. اگر خطای لنز دوربین بود نباید به روی مانیتور آقای مارکا رفله میداد. در تاریخ 13 سپتامبر سال 2020 در فلوریدای ایالات متحده آمریکا از دوربین‌های امنیتی یک جنگل تصویر بسیار عجیب‌تری این بار ثبت و ضبط شد. موجودات کروی نورانی این بار در درون جنگل دیده شدند.
باز هم خودتون دارید میبینید این موجود در سرتاسر جنگل داره حرکت میکنه و اطراف خودش رو شناسایی میکنه. این موجود کروی به طور کاملا مرموزی به این محوطه حساسیت داره نشون میده. اجازه بدید از فیلتر سبز استفاده کنم. در فیلتر سبز این موجود بهتر خودش رو نمایان میکنه. در 18 آوریل سال 2015 در دوربین امنیتی مادون قرمز یک محیط کاملا حفاظت شده حیوانات تصاویر حرکت این گویهای نورانی درخشان به سمت دوربین ثبت و ضبط شد. در تاریخ 10 سپتامبر سال 2020 این بار تصاویر این گویهای کروی درخشان در شهر اورگان ثبت و ضبط میشه. هیچ وجه ما نمیتونیم حضور این موجود و خطای لنز دوربین بدونیم، چون خودتون دارید میبینید این موجود به درون درخت میره، مدتی توی درخت به کاوش میپردازه و سرانجام باز از درخت بیرون میاد و به سمت چپ دوربین میره. اینها خطای لنز نیستن. آیا هنوزم تو دوست عزیز من به وجود این موجود شک داری؟ اگر هنوز هم شک داری، اجازه بده با هم تصاویر بیشتری رو ببینیم. در تاریخ 5 جولای سال 2020 در میشیگان ایالات متحده آمریکا در ساعت 1:44 تصاویر حضور این موجود در محوطه مرغداری یا محوطه‌ای که حیوانات رو آقای مایکل مولان نگهداری میکنه دیده میشه. آقای مایکل مولان میگه به روی این ویدیو تاریخ 1 هفته 2020 دیده میشه، اما این تاریخ به این دلیله که دوربین من تاریخش تنظیم نبوده. تاریخ به وقوع پیوستن این ماجرا درست در شب 5 جولای سال 2020. من ساکن میشیگان در ایالات متحده آمریکا هستم. اینها اهمیتی نداره. چیزی که در این ویدیو بسیار عجیبه شیوه حرکت این موجود به سمت آسمونه. نگاه کنید. در تاریخ 4 ژوئن سال 2020 در شهر ونکوور در کانادا تصاویر این موجود در یک دوربین امنیتی این بار در درون جنگل ثبت و ضبط شد. این موجود این بار کاملا هوشمند به سمت جایی که دوربین و تیمی که این دوربین رو مستقر کرده حرکت میکنه و مدتی در اونجا میمونه و باز هم از همون زاویه خارج میشه. هنگامی که تصویر رو ما فریز میکنیم به وضوح میتونیم ماهیت و شکل این موجود رو از نزدیک مشاهده کنیم. در ماه آگوست در سال 2019 این بار تصاویر این موجود به روی دوربین امنیتی در وایومینگ در ایالات متحده آمریکا ثبت و ضبط میشه. این موجود در تصاویر این دوربین در 2 شب متوالی دیده شده. در شب اول این موجود کاملا عادی وارد این محوطه میشه و از بالای دوربین امنیتی خارج میشه، اما در شب دوم این موجود کاملا کنجکاو به تمام اطراف سرک میکشه و در لای درخت حرکت میکنه. در پنسیلوانیا در 18 آوریل سال 2015 تصاویر حضور این موجود در دوربین مادون قرمز در یک جنگل حفاظت شده دیده شد. اجازه بدید با فیلترهای گوناگون این موجود رو از نزدیک ببینیم. همینطور که میبینید در تصویری که در وایومینگ ثبت و ضبط شده با تصویری که پیشتر خدمتتون نشون دادم، یعنی تصویر اون جنگل حفاظت شده، هر دوی اینها یک موجود هستند. در 15 مارس سال 2010
آقای جان رادکلیف در دوربین امنیتی خودش تصاویر حضور این موجود کروی رو ثبت و ضبط کرد. دوربین این آقا در ساعت 3:30 دقیقه شب تصاویر حضور این موجود رو ثبت و ضبط کرد. در 1 نوامبر سال 2019 در جورجیا در ایالات متحده آمریکا تصاویر حضور این موجود این بار در دوربین امنیتی منزلی ثبت و ضبط شد. در این ویدیو این موجود کاملا به حضور دوربین واکنش نشون میده و در اطراف دوربین مدتی و کنجکاوانه میگذرونه و سپس باز هم به درون جنگل و در بین درختان برمیگرده. این تصاویر همگی به لطف فیلتر مادون قرمز برای ما انسان ها قابل دیدن و رؤیت شده. من تازه این موجود رو کشف و شناسایی کردم، اما گویا قبل از من هم خیلی کسای دیگه بودند که تونستن تصاویر این موجود رو شکار کنند. من در ابتدای راه شناسایی این موجودات کروی هستم. دوست عزیزم، اگر شما هم مایلی در تحقیقات من به من کمک کنی، خواهش میکنم همینطور که در ابتدای ویدیو خدمتت گفتم با یک دوربین اینفرارد مادون قرمز مدتی و شاید در حدود 1 هفته زمان بذاری و به این موضوع سپری کنی، قطعا و حتما تصاویر این موجود رو شما هم میتونید شکار کنید. و اگر موفق شدید تصاویر این موجود رو ثبت و ضبط کنید، خواهش میکنم برای من، برای برادر کوچیک خودتون هم بفرستید. اون ویدیو رو سعی کنید با کیفیتی بالا در درون یوتیوب خودتون آپلود کنید، سپس لینک اونو برای من در زیر همین ویدیو ارسال کنید. من بسیار مشتاق هستم این تصاویر شما رو در تحقیقاتم، اگر شما هم مایل باشی، با نام خودت و یا نام محفوظ به کار ببرم. از اینکه منو تا پایان این کار و این اثر مانند همیشه همراهی کردید، بی نهایت از تو دوست عزیز همیشه کنجکاوم تشکر میکنم و باز هم آرزویی بجز آرزوی دیدار روی ماه شما خواهران و برادران عزیزم رو ندارم. دوستدار یکایک شما، خدمتگزار همیشگی شما، مهرزاد.